مریخ حرکت مریخ. مریخ خلبان ایلان ماسکه. بشین آقا بشین. چگونه رویای زندگی در مریخ ها تحقق ببخشیم؟ آب خود زندگیه و پایه حیات ماست. آب مورد نیازمون برای زندگی روی مریخ بسیار سنگین تر از چیزیه که بشه اونا از زمین به مریخ حمل کنیم. پس باید اونا در مریخ پیدا کنیم. اگه به تصاویر مریخ نگاه کنید به نظر واقعا خشک میاد و شبیه یه بیابون بزرگه، اما اینطور نیست. طی سالهای پیش مشخص شده که در قطب‌های مریخ آب‌های یخزده زیادی وجود داره، درست مثل قطب‌های زمین که پر از یخ هستند. علاوه بر این در دیگر نقاط مریخ هم در زیر سطح خاکش یخ وجود داره. در واقع اگه تنها یخ موجود در قطب‌های مریخ ذوب بشه، بیشتر سطح سیاره زیر 10 متر آب خواهد رفت. برای این کار ما نیاز داریم تا مریخ‌ها گرم کنیم. چند ایده برای این کار وجود داره. یکی از اونها استفاده از بمب‌های هسته‌ایه که باعث میشه شرایطی به وجود بیاد که مریخ گرمتر بشه و یخ‌ها شروع به آب شدن کنن. یا دستگاه‌هایی در سراسر سیاره بسازیم تا دیوکسید بیشتر یا در جو رها کنن و باعث بشه اثر گلخانه‌ای، یعنی گرمایی که از خورشید به سطح سیاره میرسه رو بیشتر نگه داره و سیاره گرمتر بشه. ایده بعدی استفاده از آینه‌های بزرگ در بالای مریخه که نور بیشتری از خورشید به سمت مریخ هدایت کنه که سیاره گرمتر بشه. در قدم بعدی ما انسان‌ها برای ادامه حیات به اکسیژن نیاز داریم، اما جو مریخ بسیار رقیقه، 100 بار رقیق تر از زمین و قابل تنفس نیست و 96% اون دیوکسید کربونه. یکی از ایده‌ها برای حل این مشکل اینه که باکتری‌ها و جلبک‌های مخصوص رو به سیاره ارسال کنیم و در شرایطی نگهداری بشن که از منابع مریخ تغذیه کنن و از فعالیت اونها اکسیژن در جو مریخ آزاد بشه. ایده بعدی استفاده از یک دستگاه معکوس پیل سوختیه که جو مریخ رو میمکه و اکسیژن بیرون میده. یعنی دیوکسید کربن رو میگیره و اکسیژن رو ازش جدا میکنه و خارج میکنه. اما ما هنوز نمیتونیم روی این سیاره زنده بمونیم، چون مشکل بزرگ دیگه مریخ میدان ضعیف مغناطیسی اونه که نمیتونه در مقابل بادها و تشعشعاتی که از سمت خورشید میاد در مقابل حیات محافظت کنه. پس نیاز به ایجاد یک سپر مغناطیسی بزرگ برای محافظت در مقابل تشعشعات خورشید داریم. ما بدون این سپر زندگی خیلی سختی میتونیم داشته باشیم، حتی غیر ممکنم میتونه باشه. یکی از راه حل‌ها اینه که یک میدان مغناطیسی دو قطبی در میان خورشید و مریخ قرار بدیم. ما برای این کار نیاز به یک آهنربای بسیار قوی داریم با قدرت 1 یا 2 تسلا. طبق این ایده مریخ میتونه در عرض چند سال معادل نیمی از فشار جوی زمین رو به دست بیاره. با گرمتر شدن سیاره یخها آب میشن و جو غلیظتر میشه. حفاظت بیشتری در برابر تشعشعات به وجود میاد. آب جاری میشه و کم کم امکان کاشت محصولات به روش هیدروپونیک در محفظه‌های گنبدی فراهم میشه. بخار آب بیشتری به هوا میره و گاز گلخانه‌ای قوی دیگه‌ای رو ایجاد میکنه. بارون و برف در مریخ خواهد بارید و جو غلیظتر اونقدر فشار رو بالا میبره که میتونیم بدون لباسهای فضایی هم در مریخ زندگی کنیم. ساختن مریخ برای پشتیبانی از حیات شاید 1000 سال طول بکشه و شاید باید روی این کار سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم. به نظر شما آیا ما میتونیم مریخ رو زنده کنیم؟ آیا باید این کار رو بکنیم؟